طرح مرگبار آمریکا به افغانستان. به نام خدا و با عرضه سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و این چینل را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی گزارشنامه افغانستان، دیپلماسی ایرانی از مدت ها پیش اوضاع سیاسی، اقتصادی و نظامی در افغانستان تحت تاثیر پاکستان و ایران قرار دارد. در حال حاضر ترکیه آمادگی دارد تا نقش کلیدی در تامین امنیت پس از خروج نیروهای آمریکایی ایفا کند. ایران و ترکیه به عنوان دو کشور کلیدی در منطقه قادر هستند در احیای صلح در افغانستان کمک کنند. اتحاد آنکارا و تهران نه فقط به افغانستان بلکه به کل بشریت کمک خواهد کرد. استراتژی اصلی آمریکا در راستای حفظ رهبری جهانی، منابع انرژیزای آسیای مرکزی و راه‌های ترانزیتی را تحت کنترل خود دارد. برای موفقیت آمیز بودن این استراتژی، آمریکا به دور زدن روسیه و چین نیاز دارد. در این زمینه افغانستان برای واشنگتن نقش مهمی دارد، اما آمریکا در افغانستان شکست بزرگی را متحمل شده است. طالبان بخش اعظم افغانستان را تحت کنترل خود قرار داده است. سیاست واشنگتن در راستای انتقال دموکراسی شکست خورده است. از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد که افغانستان به مکانی برای طرح‌های فساد پنتاگون و تعدادی از ژنرال‌های ایالات متحده با همدستی افراد و گروه‌های سیاسی افغانستانی تبدیل شده است. آمریکا نه فقط از افغانستان خارج می شود بلکه به طور کامل منطقه را ترک می کند. نه پاکستان و نه دیگر کشورهای آسیای مرکزی موافقت نکردند تا پایگاه‌های را برای نیروهای آمریکایی که افغانستان را ترک می کنند فراهم کنند. آمریکا ضمن خروج از افغانستان تلاش می کند ضربه جدی بر رقیبان راهبردیش وارد کند، یعنی افغانستان را به منطقه هرج و مرج تبدیل کند و چین، روسیه و ایران را با بی‌ثباتی تنها بگذارد. طرح آمریکا از این قرار است که افغانستان را وارد جنگ داخلی و کل منطقه را دچار بحران کند. از این رو کشورهای منطقه باید برای برقراری ثبات در افغانستان متحد شوند. ترکیه، ایران، روسیه، چین، پاکستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند. در این زمینه مهم است که روسیه با طالبان در ارتباط باشد. آمریکا می‌خواست طالبان را در کشورهای منطقه پخش کند. مسکو به این طرح پای برد و از این رو گام مهمی برداشت و با برگزاری مذاکرات با طالبان مانی از طرح آمریکا شد. ترکیه در افغانستان می تواند به میانجیگر میان طرف ها در همکاری با کشورهای منطقه با هدف برقراری صلح پایدار تبدیل شود. کشورهای منطقه باید استراتژی منسجمی را علیه طرح‌های آمریکا نه فقط در افغانستان بلکه در کل آسیا از خاورمیانه گرفته تا
قفقاز جنوبی از دریای سیاه گرفته تا شرق مدیترانه تدوین کنند. روند آستانه در حل و فصل مسئله سوریه کارای خود را ثابت کرده است. کشورهای منطقه نشان دادند که مشکلی نیست که نتوانند حل کنند. روند مشابهی باید در مورد افغانستان اجرا شود. ترکیه و ایران کشورهای مهمی در منطقه هستند. همکاری آنها به نفع تمام بشریت خواهد بود. همکاری و نرقابت باید اهمیت ویژه‌ای در هر مسئله منطقه میان آنگارا و تهران داشته باشد. چین همبستگی طرح‌های آمریکا را نقش بر آب خواهد کرد. آمریکا تمامی سلطه‌گری جهانیش را در طرح‌های نظامی سیاسی و اقتصادی از دست می‌دهد. مقاومت کشورهای اوراسیا تجاوزگری آمریکا را متوقف می‌کند. آمریکا در داخل کشور با مشکلات جدی مواجه است. این می‌تواند امتیازی برای کشورهای منطقه باشد که از خروج آمریکا از منطقه نهایت استفاده را ببرند. در عین حال، به نقل از صفحه رسمی 8 صبح، گردشگرانی از قندهار تا کابل، پروان و پنشیر میزبان است. شماری از باشندگان کشور در میان موجی از نگرانی‌های سیاسی و امنیتی برای زندگی آسوده در فضای صلح امیدوارند و انتظار می‌کشند تا روزهای خشونت و کشتار هرچه زودتر پایان یابد. روز جمعه و بخشی از روز پنجشنبه کارمندان دولتی و غیر دولتی رخصتی دارند. با وجود گسترش جنگ در کشور، تفریحگاه‌های کشور هنوز هم مثل گذشته پر جان و جوش است. سالنگ یکی از مکان‌های تفریحی پروان برای باشندگان کشور است که همه ساله میزبان صدها گردشگران داخلی از نقاط مختلف کشور میباشد. حتی گاهی گردشگران خارجی نیز است. سالنگ ها و فضای سرد این منطقه تفریحی دیدن می کنند. کنار دریای خروشان سالنگ که آب سرد، توت، دوغ و فضای سبز دارد، روزهای جمعه و پنجشنبه میزبان ده‌ها باشنده کابل و ولایات های جنوبی کشور است که برای تفریح در اینجا جمع می شوند. سمیر وسال باشنده اصلی ولایت قندهار با دوستانش به سالنگ آمده است. وی در صحبت با روزنامه 8 صبح می گوید که در سالهای اخیر چندین بار با دوستانش تصمیم گرفتند که به سالنگ بیایند تا فضای سبز و سرد این دره را از نزدیک احساس کنند. ولی هر از گاهی مشکلات امنیتی در مسیر ولایت را دلیل شده است که موفق به این کار نشوند. اما این بار صد دل را یک دل کردند تا خود را به پروان برسانند. به گفته سمیر قندهاری، اکنون وضعیت امنیتی خوبی ندارد، اما هیچگاهی آنان اجازه ندادند تا این وضعیت بر روزهای خوش زندگیشان تاثیر منفی بگذارد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.